صحبت‌های جنجالی امین حیایی برای اولین بار درباره جدایی از همسرش و علت اینکه از همدیگه طلاق گرفتن چی بوده؟ با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های امین حیایی رو میشنویم و راجع به چند بار عاشق شدن این بازیگر هم صحبت می‌کنیم. تا پایان این ویدیو رو با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. خب امین حیایی به تازگی یه مصاحبه ای رو با برنامه کافه آپارات فریدون جیرانی انجام داد. توی قسمت های از این مصاحبه امین حیایی راجع به ازدواج هایی که تا حالا انجام داده صحبت کرد. امین حیایی توی ازدواج اولش با مونا بانکی پور ازدواج کردش که به گفته خود امین حیایی این ازدواج به یک سال هم نکشید و از هم جدا شدن. ولی خب حاصل این ازدواج دارا حیایی، پسر امین حیایی هستش که این روزها توی سریال ها و فیلم های سینمایی مختلف خوش می درخشه. امین حیایی راجع به اتفاقاتی که بعد از جدایش از مونا بانکی پور اتفاق افتاد هم صحبت کرد و گفت اوایل اختلافات زیادی داشتیم و درگیری های زیادی سر گرفتن حضانت پسرم بود، ولی خب در نهایت من اعتماد کردم، اونها هم اعتماد کردن و نتیجهش نتیجه خوبی شد و یه پسر خیلی قوی و قدرتمند مثل دارا تربیت شدش که توانمندی و استعداد زیادی داره و از پس کارهای خودش بر میاد. بریم با هم قسمت اول صحبت‌های امین حیایی رو گوش کنیم. ازدواج اول چند سال طول کشید؟ یعنی چند سال؟ مثال نکشید. زود از هم جدا شدید. بله. دیدی نمی‌تونی با هم باشی. دیگه اصلا واقعا یهو نشد دیگه. گفتم نخواستم یه دفعه دیگه گفتم که نمیشه. دو تایی تصمیم گرفتین از هم جدا شید. هر دو تصمیم گرفتین از هم جدا شید. بله خب درگیری‌هایی هم داشتیم ولی بعداً واقعا جداییتون با اوایلش خود دچار مشکل بودیم به هر حال. سر حضانت دارا در واقع که دارا پیش من باشه، پیش مادرش باشه، حالا اینا خود مشکلات داشتیم ولی خب واقعیتش هرچی جلوتر رفتیم اعتمادمون به هم بیشتر شد. اون فهمید من واقعا دارا رو دوست دارم، واقعا میخوام براش پدری کنم. خودش هم واقعا زحمت کشید، واقعا تربیت دارا واقعا زحمت دادی بله به خودشون دادن که واقعا توی مدت الان همه واقعا میگن که چقدر خانواده زحمت کشیدن برای این پسر، انقدر بچه مؤدب، انقدر بچه خوش فکر، خوش ذهنی. خودش مشکلاتش رو حل میکنه، خودش اصلا یه بچه روپا و در واقع با استعداد و خدا رو شکر خیلی بی‌آزار. و امین حیایی همچنین راجبه ازدواج دومش با نیلوفر خوشخلق هم صحبت کرد و گفتش که بعد از جدایی از همسر اولم با نیلوفر دوست شدیم و بعد از یه مدت هم ازدواج کردیم. کلن آدم عاشق پیشهی بودم و از بچگی تا الان شاید 100 بار عاشق شدم و اکثرش هم به شکست منتهی شده. ازدواج اولم هم توی سن خیلی پایین بودش و توی 23-24 سالگی ازدواج کردم که متاسفانه به سال هم نکشید و جدا شدیم. اصلا همسر دوم امین حیایی نیلوفر خوشخلق هم بازیگر هستن و توی خیلی از فیلم‌های سینمایی و سریال در کنار همسرش نقش مقابل رو بازی کرده. بریم با هم قسمت بعدی صحبت‌های امین حیایی راجع به همسر دومش رو هم بشنویم. خیلی زود ازدواج کردی با زن اول؟ 23 سالم 24 سالم بود ازدواج کردی؟ بله. 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 الان بزرگ بود بشه. داره 19 سالش الان. آره چون موقع که دیدم موقع کوچیک بود. کنکورش هم داد الان. ولی من یادمه که میومدی سر قرمز، خانم دومت میومد سر قرمز دیدنت. نیلوفر. نیلوفر میومد. ما باهاشون جدا شده بودیم و من با نیلوفر باهاشون شده بودم و نیلوفر میومد. اون اول عشق زندگی بود یا عشق دیگه هم داشت؟ ولی من از بچگی عاشق می‌شدم. کلا اگه بخوای حساب کنی اولش یا دومیش، ما از بچگی عاشق پیشه بودیم. ولی خب همیشه شکست می‌خورد. من اولین کسی که دوست می‌شدم می‌خواستم بگیرمش اینجوری. ازدواج کنیم. ولی می‌خواستم این زن آینده منه. من می‌رفتم اینا ربطی نداشتیم. خب رفقا حتما نظرتون راجع به صحبت‌های جالب امین حیایی راجع به ازدواج‌هایی که تا حالا انجام داده و بارها عاشق شدنش تو بخش کامنت‌ها برام بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه این ویدیویی هم که درباره یکی دیگه از بازیگرای خوب کشورمون هست و تماشا بکنید.